سلام علیکم. راجع به برنامه دیشب صفحه آخر سوال کردید. باید عرض کنم که پزشکان معالج میگویند که وقتی آقای هاشمی رو به بیمارستان آوردند لبها کبود بوده است و ریه ها پر از آب. این به معنای این است که علت مرگ خفگی در آب است. بله، ببینین، از یک شنبه 19 دی شایعه قتل اکبر هاشمی رفسنجانی هم مطرح بوده. تا دیروز که فایل صوتی آقای محمد رضا منتظر القائم به دستمون رسید که قبلا هم گویا این فایل در سطح محدودی پخش شده بود توی 2 ماه گذشته، این آدمی که صداشو میشنوید الان داره از جلسه احمدی نژاد و عده‌ای از اطرافیاش با خامنه‌ای در 3 شهریور همین امسال میگه. تو اون جلسه خامنه‌ای به احمدی نژاد گفت که تو انتخابات ریاست جمهوری سال 96 کاندید نشو. حالا اینو بشنویم. برگرد دیداری که انجام شده بوده بنا به درخواست شخص عالی رتبه نظام بوده. قبل از این هم دیدارهای مرتبی به صورت هفتگی برقرار بوده. توی این دیدار آخر آقای احمدی نژاد که تشریف برده بودن، اتفاقا چند نفر از دوستان و همکارانشون رو هم برده بودن، از جمله آقای بقایی که بعد از اون ماجرای زندان و اوین و اینها صلاح بر این بوده که از حضرت آقای تشکری هم داشته باشن و همین واسه آقای احمدی‌نژاد همراهی کرده بودن. اصل جلسه با حضور همه این دوستان برگزار شده بوده که بله، آقایان مسئول دفتر هم اینو درست میگن دوستان، که آقای گلپایگانی و اینا هم حضور داشتن. منتها قسمت اصلی جلسه بعد از این بود که وقتی این دوستان تشریف بردن بیرون و آقای گلپایگانی هم اومد بیرون، آقای احمدی نژاد رو حضرت آقا مجددا خواستن داخل اتاق. بعد از این که ایشون برگشتن بیرون، تو راه به دفتر بلنجک، اتفاقا ماشینی هم که میخواستن برگردن تا بلنجک، ماشین خود تیم حفاظتشون بود که آقای احمدی نژاد دیگه تو ماشین حفاظت خودشون سوار نشد، با تو ماشین آقای بقایی نشستن. آقای جمال فکر اتفاقا جلو نشست، خود آقای بقایی هم پشت فرمان بود که دیگه هیچ کنون از حفاظت ایشون هم نبودن. اونجا آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد که حضرت آقا نظرش این بودی که فعالیت ها انتخاباتی نشه، با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی کسالتشون بالا گرفته و احتمالاً به پایان امسال نرسه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. حضرت آقا با اون تدبیر خاص خودشون صلاح تو این دونستن که یکی از ذخایر نظام حفظ بکنن برای اینکه بتونن اون سنگر رو با قوت ادامه بدن. منتها از آقای احمدی‌نژاد خواسته بودن که اشل حرکت رو در حد ریاست جمهوری نگیرن، که آمادگی تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشن. تا آقای احمدی‌نژاد هم که از اون محل برگشتن تو دفتر بلنجک، همون روز به کمیته های استانی شورای تبیین گفته بودن که برنامه های مدون آماده بکنن، برای اینکه یکی از برنامه هاشون این بوده که دبیرخونه مجمع تشخیص و مجمع و سازمان مجمع دبیرخونه استراتژیک مجمع تشخیص رو تبدیل بکنن به نقاط استانی، یعنی که مجمع تشخیص تو هر استان یه دفتری داشته باشه. الان هم شما دقت بکنید، تمام کمیته های استانی آقای احمدی نژاد دارن فعالیت هاشون رو معطوف به مطالعه و تحقیق روی مجمع تشخیص میکنن، به خاطر اینکه قراره تو هر استان یک دفتر از دفتر دبیرخونه مجمع تشخیص رو انشاءالله به امید خدا افتتاح بکنن. بله، به امید خدا. در خدمت آقای روح الله زم هستیم. آقای زم، خوش آمدید به صفحه آخر. لطفا بگین که این آقای منتظر القائم که گویا با جوان فکر کار میکرده در مؤسسه ایران، این شخص کیه؟ ماجرا چیه؟ بگین، خواهش میکنم. آقای فلاتی، این فایلی رو که پخش کردین دیگه تیر خلاص رو زدین به این بنده خدا. این بنده خدا 3 ماه پیش اومد توی اون بحبوحه اخبار و اینایی که پخش میشد راجع به ملاقات آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد، اومد توی یه فایل، یه توی یه گروه محدود تلگرامی این فایل رو توضیح کرد. خب چون نباید حرفی رو که میزد، یعنی نباید حرفایی رو که میزد زده بود، دنبالش افتادن که بگیرنش.
برادر و پدرش از گنده های وزارت اطلاعاتن، اون زمان جمعش کردن. الان از 3 روز پیش با انتشار این فایل جدید این بنده خدا رفته قایم شده هستن، یعنی میخوام بگیرنش و حالا معلوم نیست چی کارش بکنن. ولی این اسمش محمد رضا منتظر قائمه، الان مشاور جوانفکره، ولی تو دولت احمدی نژاد معاون جوانفکر بود، تو روزنامه ایران، مؤسسه ایران. الان مسئول هماهنگی رسانه هاست تو سفرهای استانی آقای احمدی نژاد، مسئول هماهنگی رسانه هاست و یه خانه فسادی هم تو کرج داره و با 2-3 نفرم شریکه و یه باندی تو دفتر احمدی نژاد تشکیل دادن و اینا. و میشه گفت که این فایل موثقه، یعنی ما موقع شنیدیم و خب مثلا خندیدیم، گفتیم مثلا مگه میشه این پیشگویی و اینا. ولی بعد از اینکه آقای هاشمی اینجوری شد یه دفعه رجوع کردیم بهش، دیدیم عجب فایل زی قیمتیه. آقای هاشمی چه جوری شد؟ یعنی ببینین یه خبری هم هست از شما زدن روح الله زم، اسناد مهمی دال بر قتل هاشمی رفسنجانی در اختیار است. اینجا و اونجا من دیدم که بله، مثلا برای نمونه چیه قضیه آقای زم؟ خواهش میکنم. والا من یه خط نوشتم رو فیسبوکم که حالا شواهد و قرائن و اینا میگه که آقای هاشمی کشته شده، یه دفعه یه خبرگزاری اومد خب بزرگش کرد زد اسناد. قطعا قتل اینطوری خب سندی وجود نداره براش، اما اینکه شواهد و قرائن رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، ما از 2 ماه پیش یه منبع خبریمون تو داخل کشور که از نیروهای امنیتیه خبر داده بود که اتفاق بزرگی قراره قبل از انتخابات بیفته و بعد از اون اتفاق بزرگ قراره یه پروژه اجرا بشه، بازداشت 60-70 نفر فعالان سیاسی و شروع پروژه اطلاعات سپاه و بیت رهبری و شورای امنیت کشور برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و بازداشت یک سری افراد و اینها، که حالا اون سناریو چند لایه است که مثل که جاهایی بهش پرداختن و اینا. اینا میگفتن قراره یه اتفاق بزرگ پیش بیاد، ولی ما نمیدونستیم چه اتفاق بزرگیه. ما فکر میکردیم مثلا آقای خامنه ای ممکنه یه جایی صحبت بکنه بعد از اون مثلا شروع بشه. یکی این بود، یکی این که مصلحی عراقی روز 9 دی میاد میگه که فتنه گران قراره که تو انتخابات سال 96 با هدایت آمریکا فتنه بزرگی رو انجام بدن و این فتنه دیگه مثل فتنه سال 88 نیست که بعد از انتخابات باشه، قراره قبل از انتخابات باشه. این دومین قرینه. سومی انتصاب محمد حسین زیبایی نژاد که به سردار نجات ملقبه، طراح حصر رهبران جنبش سبز و قبل از اونم فرمانده سپاه حفاظت ولیعهد بود، این اومده بود معاونت فرهنگی سپاه رو گرفته بود و بعد 10 روز قبل از قتل هاشمی میاد توی میشه جانشین حسین طایب تو سازمان اطلاعات سپاه. این قرینه ها رو که کنار هم دیگه میذاریم، منها این که عکسی از آقای هاشمی اصلا وجود نداره، این همه مسئول توی که جمهوری اسلامی میمیرن ولی ازشون 10 فریم عکس وجود داره، چرا از آقای هاشمی عکسی وجود نداره؟ همه اینا منو به کنکاش واداشت و با منابعی که تو داخل داشتم به این نتیجه رسیدیم که آقای هاشمی کشته شده. به چه دلیل کشته شده؟ آقای هاشمی صبح از مجمع میاد بیرون، صبح مجمع بوده، حالش خیلی خوب بوده، تا ساعت 2-3 مجمع بوده و انقدر که شاداب بوده میگه که من میخوام برم امروز ورزش کنم و اصلا سابقه نداشته که. خب میاد تو مجموعه کوشک بالاست، توی روبروی مجموعه حافظی است، تو خیابون جاودان میاد اونجا، اونجا دست مجمع بوده و مدیران مجمع و آقای هاشمی و اینا میرن اونجا. از اینجا به بعد دیگه، از اینجا به بعد چه کسی نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، ولی تو تحقیقی که من کردم و متوجه شدم، محافظین آقای هاشمی میگن که حاج آقا به ما گفت که دوربینای مجموعه رو خاموش کنیم و من میخوام خودم تنها برم استخ. وقتی ما پرسیدیم که چرا آقای هاشمی تنها رفته تو، گفتن حاج آقا گفته که تو نیاین، من میخوام خودم تنها برم استخ و دوربینای مثلا مجموعه داخل و اینا رو خاموش کنه. خب آقای هاشمی الان نیست که شهادت بده که آیا خودش گفته دوربینای مجموعه رو خاموش بکنه یا نه، و این اتفاق محافظین میگن برای اولین باره که اتفاق میفته و آقای هاشمی تا حالا نگفته بود دوربینای مجموعه رو خاموش بکنین موقعی که من میام اینجا. و موقعی که میام تو شبیه سازی میکنن، یعنی این شهادت امیرکبیر که در همون شب 20 دی اتفاق افتاد و در حمام فیشفین کاشان بود، هاشمی رو توی مجموعه کوش که همون استخر کوک، سرش رو زیر آب میکنن. این سر زیر آب کردن دو تا معنی داره آقای فلاحتی، یعنی اینکه ما سرش رو کردیم زیر آب بقیه حواسشون باشه، و دوم این که با اون سر زیر آب کردن آقای هاشمی خفه میشه تو استخر، یه مدتی مثل که نگه میدارن سر. و نیم ساعت بعد محافظا میان تو و میبینن که جنازه اونجاست، یعنی افتاده رو آب و ریه ها پر از آب شده، شش پر از آب شده
و اونجا چون تیم پزشکی نبوده، وزیر بهداشت اشاره کرد روز اول، گفت قصور تیم پزشکی بوده و این درسته، تیم پزشکی تو مجموعه کوشک حضور نداشته و با تیم حفاظت نبوده. اونجا میتونستن با اگه تیم پزشکی حضور داشت میتونستن اینو احیا بکنن، یعنی با تنفس و اینا آب رو از توی شش ها خالی کنن، از توی ریه خالی بکنن و شاید میتونستن احیا بکنن. اما جنازه رو دیگه بعد از نیم ساعت سرد میرسونن به بیمارستان شهدای تجریش که دیگه خب همه چی تموم شده. آیزم با این جزئیاتی که شما فرمودین، یعنی حتی سرش رو زیر آب میکنن با به شیوه عملی عرض میکنن، اینا رو خب چجوری بپرسم؟ اولا کی به شما گفته؟ ثانیاً حالا گیرم که نه، واقعا جدی عرض میکنم که همه اینا درست. خب وقتی با این جزئیات فرض بفرمایید که شما روح الله زم بداند، خیلی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی هم میدونن، خب چرا پس خبری نمیشه؟ چرا کسی یقینه میگیره؟ ببینید بحث کالبد شکافی جسد بود که ببرن جسد کالبد شکافی، همون شب آزمایش سمشناسی گرفتن که ببینن آیا مثلا تزریق سمی اینا چیزی بوده یا مثلا چیزی انجام شده. این سری خبرای چیزام پخش شده بود که حالا با سران سپاه جلسه گذاشتن و آیا آشنی نوشیدنی خورده و بعد حالا افتاده این فیلمای سینمایی و اینا. نه اینجوری نبوده، همون شب آزمایش سمشناسی هم گرفتن که بتونن ثابت بکنن، اما از اون آزمایش چیزی در نیامد. اما من با منابعی که دارم و تا حالا خبرام هم مثلا دست اول بوده و اصلا ردخور نداشته تا الان همش تایید شده، تو داخل کشور نمیتونن به این بپردازن. منم تو خارج از کشور الان دو روزه دارم فکر میکنم که آیا اینو بگم آیا اینو نگم. قطعا این قضیه برای من تبعات داره، تبعات خیلی زیادی داره این قضیه برای من، ولی خب بهتر از اینه که یه دفعه بشه مثل قتل سید احمد و یه 7-8 سال بعد از توی اعترافات سعید امامی یه چیزایی در بیاد. و خب الان رسانه اجتماعی پیشرفت کرده و باید این قضایا گفته بشه که مردم بدونن که این قتل‌ها، این قتل هم جزء یکی از اون قتل‌های حکومتی بوده که سابقا تو جمهوری اسلامی زیاد انجام شده، الان هم انجام شده، ممکنه برای ما هم بعداً انجام بشه. یه چینی، یه هندی، یه چیزی بیاد با مثلا یه چیزی، یه چاقوی به آدم تو این کشور رو فرو بکنه و بعدش هم بگن رو نزاع شخصی کشته شد. ولی این اتفاق افتاده، من نمیتونم منبع رو بگم چون میدونید که بحث حفاظت از منبع تو فعالیت